شهردانه دونه خود شده را چی میده؟ بله نشکابا نوچه ابرام آقا خبر جاهلی نشین جاهلی نشین بود پایین برو به امون خدا آقا ابرام چی هم از کنی؟ خربونه چون حالش به هم خورده مادر دلن رفت خونه شون گفت زود خودتو برسی بله خبا میگم که حالش خیلی بده همش میگه آقا ابرام به من برسونیم پا چرا زودتر نگفتی قصه؟ گفتم دیگه جوال سوار شو بریم آواز تو شما سوار شو بودو خیلی خواب نازم میترزم آقا ابرام بله عرض داشتم چون من جواب شنم باشه بعدم بزن بریم سب برم الله اکبر دکترم رفته خونه برام اکبر داشتم و میگم نه با او امروز امتحان قربان کشی داره خوب سر را بریم یه دکتر ببریم که نی شاید خودشون برده باشن اما دیگه از این حرفاش داشته وای روزگار اینم آخر آفات پهلوان اکبر خدا کنه اگه رفتنیه زودتر خدا ازش راضی بشه نخیال کنی واسه خرج و مخارجش میگم امو اصلا نه والا تو که میدونی من اصولا اهل این صحبت ها نیستم نه بابا واردم من الان 4-5 ساله دارم را رضا خود جورش میکشم 10 ساله بازم خرج خودش و خونوادش رو میدم چون حق به گردن من داره اون وقت که دستش به دهنش میرسید و ما آه در وسط نشتیم خیلی به ما رسید اما دیگه با این درد و ناراحتی و مریضی اگه بره خودش راحت میشه خدا خودش شفاش بده اوه نه نه پاشو ببین کیه خودم آب تربت میریزم حرفش پاشو اوه بخور یا الله سلام علیکم نه نه حالش خیلی بده جادو میجن دکتر خبر کرده این؟ نه خودش نمیذاره این حرف ها چیه مریض دکتر لازم داره من میرم دکتر میارم ابرام آقا با شماست بله چیه پهلوان نوکرت اینجاست دیگه فایده ای نداره پیمونه عمر من لبریز از دست دکتر دیگه کاری ساخت این حرف ها چیه اکبر آقا قباحت داره مسلا نه مردن حرف بر نمیده من بیان جلوتر گوش کن ابرام آقا گوش کن بله تو میدونی که من از مال دنیا دستم خالیه تو زندگیم هرچی در آوردم با مردم خوردم حالا مردم کجان فقط تو باشم موندی اکبر آقا خودت خسته نکن تو مرد بودی و دیگه هیچ کس اکبر آقا بسته دیگه تو رو خودم تو حرف من ندو چشم نوکرت هم پهله بود من وصیت نامه‌مو نوشتم حالا هم زبونی میگم وکیل وصی من توی دلی و مادرشو به دست تو میسپرم این خونه این که توش نشستم باعث بفروشی و قرض خونه هامو بدی اگرم چیزی ازش باقی مون برام نماز و روزه بخری دیگه چیزی ندارم که بگم فقط باید قول بدی خوشبختش کن این حرفا چیه پهلوان تو بزرگ همه ما هستی ایشاله که 100 ساله دیگه عمر بکنی این حرفا رو نزن اصلا خوشم نمیاد خودم نوکرت هم پهلوان ابرام آقا اگه میخوای تو قبل ناراحت نباشم باید جهیه تو رو خدا حرف بزن پدر مادر سری رو ببر بیرون ببرش بیرون پدر بلم کنید بذاریم بابامو ببینم ببر میگردیم به سوی تو چون سبب
سرگشتم چون سبا سرگشتم در وادی آوارگی می روم تا گم کنم نام و نشان خویش را. دیدم دریای عشق دوستان من با که گویم داستان خویش را. بس کز سوز درون چون دود پیچیدم به خود عاقبت برباد دادم دود ما خدایا به امید خدا نه به امید خلق روزگار. خب چه کنیم؟ سخه که بره دیگه. برو میا چی بود؟ کسی بیمعرفت یک بلایی سرت بیارم که خودت خست کنی. چی هستی؟ سب کن اومدم. اف خرابه، خودت هم خرابه. با کی کار داری؟ هیچی، میخواستم ببینم ساعتون چه. برو گام شو بی پدر مادر کتوله مردم آزاد. برو بابا از اکی یاماره قناز داشتم خوب نگرش نداشتم شغل قرد خوردش. این رو چه آب میاد رو من با دوبی یا فنفنه دارم میدم. کجایی بچه؟ کمک کنم خدا هم بوده تو رحمت کنم.
کار نمیکنم. اصلا اهل این صحبت ها نیستم. ولش کن بس بر فکر کنم. هر جوره عشقا تا آقا رو برم. اونم بکشیم. بلندش کن بجام. چیست های سوپرمارکت جور کن بفرست بره. بجام بابا. میرزه جون. تار باره پرورش. مالا همون جسد آقا ابرا. جنس دست اولم بفرست که نگن چون مجانی ابرا آقا بون چالشو میرزه. سامانه بود شب برم. سامانه بود شب دول. اومدم بهت بگم شب سال پرمون اکبر نزدیکه. یاد نرم. کارش جور کن. با. اکی عجب حواظ فرقی دارم ببین میرزا جونه واسه شب سال پهلوان اکبر هرچی لازمه تفریش بده باز خیلی آرومتونه برگزار باشه هرچی با اختلافت تنگ بگیرم قربونه ایکنت هرچی لازمه ببین باید سوپر مارکت زود برسو برو ممنونی جان بچه یادتون نره ابراهیم آقا سلام سلام آبجی از آقا مرزا چه خبر؟ خبرها باید پیش شما باشه. چهار ما دیگه از زندونش مونده. فرد میرم ملاقاتش. خب بچهش به دنیا نایمده؟ والا نزدیکه دیگه. تا من زندم غم خرج و مخارجش نخور. آقا مرزا خیلی به گردن ما حق داره. آره با خدا بیگی آبجی موقع وضع حمل زن آقا مرزا ما رو بیخبر نزد. خدا انشالله که سایت از سر ما کم نکنه. خوش اومدی. خدا پیرت کن. خدا انشالله که تو رو از ما نگیره. دست علی به همراهت. به سلامت. خوش اومدی. علاره پس سرباز سلام داشت از تو سلام من آکرت سلام اضافی داری یه بی خودی خرج میکنه از کجا میاد؟ اخونه شما خب چه خبر؟ والا شکت خانم که بیز والده آقا ابراهیم باشه به دکتر که داداش کوچیکه آقا ابراهیم باشه گفته که اون به من که اصل کوچیکه نوچه آقا ابراهیم باشه بگه که منم که نیده بسه بابا شوخی کردیم قاعده یه صف اتوبوس حرف زدی تازه ما هیچیشو نفهمیدیم میپره تو حرف آقا حرفتو بزن هزار تا کار داری میرزا شما شب سال چی شد؟ مشغولم آقا ابراهیم مشغولم خب پس ما رفتیم اما یادت باشه خودت نخواستی به حرف ما گوش بدی اما اگه زری خانم ناراحت بودی چی؟ بله خب بنال بینم زری خانم شگردی های سابقش دعوت کرده میوه شیرینی شکلات آجیل لیمونت میخوان بده ببرن که وقت ندارم بله خب یه خود صبر کن با هم میریم یادت باشه گلم بخریم نشد. وا دیگه از این بهتر چی میخوای بشه قربون ظاهرش که خیلی قشنگه مزهشو دیگه باید از مهمونا پرسی ای روزگار پدرش کجاست که خوشبختی دخترشو ببینه کجاست که ببینه زن و بچهش تو خونه ابراهیم آقا هزار مرتبه راحت تر از خونه خودشون زندگی میکنه ما که دیگه از خجالت کوریم خدا خودش عوضتون تو رو خدا این حرفا رو نزن مریم خانم ما کاری نکردیم ابراهیم آقا برای حق پشت غریبه بیشتر از ایناشو میکنه شما که جای خود داریم محمود جون بیا ما اینجایی سلام مانم سلام سلام مریم خانم سلام علیکم آقای دکتر بابا ما که هنوز دکتر نشدیم به به چه کیک قشنگی دستپخت زری خانم بله پس چی حتما میشن آخه اوه نه 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 دست نزن گداها رو میگیرن اگه چیزیش بود واسه تو داداشت هم میدونی داداش نیومده نمیدونم چرا اومد یا الله خفه شو زودتر گفتم که تو نگیدی سلام علیکم جمیعان کسی چادر سرش نموشه سلام داداش سلام دکتر جونم قربونت برم الهی نه نه نگفته بودین چند تا مهمون دارین اگه کمه هست دلاره بفرستم بخره وا ابراهیم آقا مگه مهمونی چهار دولته بفرمه با قندش کن مریم خانم با شیرینی خودتون بخورید آره ننه شیرینی بسه زری جونم خود شیرینی پخته زری خانم که دیگه هر هنری تکمیر موشالله بفرمایین قند دست پسری امام رضا به اینا که میشه ناخونک زنه با نوکرت هم داشت دکتر تو به جون منم میتونی ناخونک بزنی جیگرتو برم ابراهیم آقا از طلاق قهر کرده میخواد بره چرا؟ والا نمیدونم چه؟ گفت هیچ کس به من محل نداشت از طلاق غلطا از طلاق خیلی خواب این گلارو بزنید تو گلدون که خوش نشه اخ دید من یا جنس سبل بزنم بلوشی جون آقا ابراهیم تقصیر من نبود زری خانم نقشه رو کشه با سری با با دست خوش آبزی با ما آره خیلی خوب از دوله یالا برو صندوق های میوره تو ماشین بذار پایین بده یک برداره بیاره داداش چیه؟ چیه داداشم؟ داداش چیم؟ جونه داداش من باید یه خورده
کتابو مذهب تو شک دکتر، تو هنو که هنوز حد داشته رو دروسی داری؟ خب بگو نشهد میخوام دیگه، خجالت نداره. یه قرمه شکل دارم، یک و دو و دو و دو و دو سه و سه و سه و این چهار رو بگه همش مال خوده. آخه من انقدر احتیاج ندارم. باشه پیش تعارف تیکه پاره نکن، جوانی جالی لازمت میشه. زری خانوم یادت باشه ما رو دست انداختی ها، یک خال طلب ما. خب مادر من دیگه میرم. نهار نمیمونی؟ نه نهار میرم بیرون بخورم، شب ممکنه دیر بیام، کوچیک کلتقیه. خب منم باز اونجا باشم دیگه. آره خیلی خوب برو. خب دیگه مادر امشب نذاری به مهمونای زری خانوم بعد بگذارم. خیالت راحت باشی مادر. قربون تو ننه برم الهی فدات شم. نکن پسر این خود بده. خب خداحافظ همه چی. به سلامت مادر. به سلامت. خدا انشالله عمرتون بده. یو الله چادراتون رو ورداری. من اومدم هرچی گشتم آدم پیدا نکردم، خودم مجبور شدم صندوق میوه رو بیارم. حالا اینو کجا بذارم؟ بذارم محمود. سلام محمود. سلام نازی خانم. خانم باز خودشو لوس کرد. ببینم چی خریدی؟ باقلبا. بد جنس، کجا داری میری؟ عبرقو چه سوالایی میکنی؟ میبینی که دارم میرم دانشگاه دیگه. اوه خیلی سرسنگین جواب میدی، چه خبره؟ ولم کن تو رو خدا. خیلی خوب، لازم نیست این کارا رو بکنی، میدونم اون دختره که تو خونتونه گرفتاری کرد. خواهش میکنم بی ربط نگو. خدا حافظ. به سلامت. بفرما زایی شدن خواهی. آی کارتون کارتون چی میل داری؟ دلم ما اشتامو خیلی صاف. هرچی بدین میخواه هرچی هم ندی به دور عدد میگیم. بله بیده قسمت قشریه شبی سر ازش میگیره تر خوشش میکنه. تو هم دوست داری باش باشی؟ بفرما بفرما نکرم. دو آزد تو آمو بیار. دوانش تو خوش خواب بسید. خوش دلم خوش نمید. تو چی میکنه آقا تو؟ یه بود کشمشه دو آتشه برم. های گرد. با تو نیستم. ولش کن بسو بر پکر. هر جوره عشق تا آقا را. کنه هم بکشیم. نه آقا را بلندش کن بجام. یاد نرسون. جنسای سوپر مارکت جور کن بفرس بره. بجام بابا. میرز جون. تر باره پرورش. مال همون جسد قبر. جنس دست اولم بفرس که نگن چون مجانی ابرام آقا بون چلشو میده. سلام علیکم نشه ابرام. جونه. بس شب سال پهلوان اکبر هرچی لازمه تفریش بده. باز خیلی آروم هم بر بزار باشه. هرچی با اختلافت تر بگیرم. قربونه این کارت هرچی لازمه ببینیم. باره سوپر مارکت زود برسو. برو ممنونی جام. بچه یاد تو نره. ابرام آقا سلام. سلام آبجی. از آق مرزا چه خبر؟ خبرها باید پیش شما باشه. چهار ما دیگه از زندونش مونده. فرد میرم ملاقاتش. خب بچهش به دنیا نایمده؟ والا نزدیکه دیگه. تا من زندم غم خرج و مخارجشو نخور. آق مرزا خیلی به گردن ما حق داره. آره با خدا بیگی آبجی موقع وضع حمل زن آق مرزا ما رو بیشن. با اصل الله خونتی کسیف نکن. تو میگه آره بابا ولشون کن دیگه. مرد خودشون بخشی بمشون. کاری دست خودش میدنه. های گرد سلام بیا ما فکرامونو کرده. بذاریم بره با بی خود شهر درست نکن. تو میگه نراحتم. نه بابا. بیا بابا بیا قر شنو اگر راننده ای حال نده وقتی که توی دنده ای در سرازیری دیگه پرگاز نرو در اتوبان این قده و ناز نرو توی ماشین ترک ناز و فز بکن تا
چراغ قرمز میشه ترمز بکن، روی ماشین ترک ناز دفت بکن، تا چراغ قرمز میشه ترمز بکن. برو دسته حبز آقا، این دفعه که رفتی کوهت یه دونه اون روهای شکلی باست ما بیر لازمش داریم. تو نمیری این قلوه ناکس هر وقت جرسونه اسمت میرسه میزنه. سبار 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 سبار، این خط کشی ها مال اشخاص بیادن، گر بشنوی پنده مرا رانن تگی، چون هر سوار نیست سخت سادن، توی ماشین سر کناز و پز بکن، تا چرا قرمز میشه ترمز بکن، توی ماشین سر کناز و پز بکن، تا چرا قرمز میشه ترمز بکن. لا اله الا الله، گفتم که داشتم میرفتم یه گربه پرید جلوی ماشین، گرد زدم رو ترمز، دارم خورد به شیشه جلو. برم کن بابا تو هم بذار کمپرس کنه داداش، لازمه خودش خوب میشه دکتر، مگه من بچه ننم؟ لا اله الا الله، لابد پیرنت هم گرفت به سفر ماشین پاش. آره داشت دکتر جونم، رفتم ببینم گربه در چه حالیه، پیرنم گرفت به سفر جلو و پاره شد. تو برو بخواب داشم، برو بخواب قربونتم، فردا امتحان داریم، پش برو بخواب. راست میگه ننه، برو بخواب. برو دکتر جون، حال مریض دیگه خوبه، پش برو فدات شم. اگه نظری کمپرس کنه صبح کار دستت میده. برو بخواب داشم، تو حوصله داری؟ خیلی خوب، شب بخیر. خیر پیش، چخلصتم. ببین ننه، حالا که محمود رفت میخوام یه چیزی بهت بگم. بگو ننه، راجبه کی؟ راجبه زری. اما زری و مادرش دواز چیز بفهمن. فهمیدم ننه چی میخوای بگی. زری و مادرش تو این خونه خیلی ناراحت. واسه چی؟ واسه این که یه محرم تو این خونه ندارن، دم به سر باید هلکی چود. بابا ما تا ده تا یالا میگیم و میگیم تو خونه، وقتی هم که میاد باید رو بگیرن دیگه. خب چه خب؟ تو دیگه باید سرسامونی به زندگیت بدی، مادر که همیشه با سادم نمیده. بلم اون کستر جهتت بخ کی رو بردین از جمعی؟ من ملت نمی کنم. من دلم نمیخواد یه مادر شوهر حلوایی باشم، میخوام زودتر دومانی تو رو ببینم. خیلی خوب فدات شم، خیلی خوب، یه فکری با سرت میکنم. هر وقت یه دختر خوب پیدا کردم خبرت میکنم. من پیداش کردم، زری. زری؟ آره مادر، مگه زری چه ای بشه؟ اون دیگه بزرگ شده، منم همه جور امتحانش کردم، هم نجیبه هم آخنان زری. تو حرف من ندو، بهانم نگیر. مگه وصیت پهلوان اکبر یادت رفته که میگفت دلم میخواد زری رو خوشبخت کنی؟ چرا یادمه، منم میخوام خوشبختش کنم، منتها منظرم داشت محمودم درس دکتریش تموم بشه اون وقت دست نمیذارم تو درس بخنم. اصلا تو خطش نباش، اون حالا واسه زوده. قربون دستت میرم. نوشه جونت. چرا اون دهنش بوی شیر میده. بذار درسشو تموم بکنم، وقتی یه فکری براش میکنم. نه محمود حالا حالاها باید سماخ بمیگه. اون حالا داخل آدم نیست. لا اله الا الله، لعنت بر شیطان هر روزه. ببین ننه چی میگم. زری اگه زنی یه دکتر بشه خوشبختره یا عیال من بارفروش بشه. اگه میخوای مادرت ازت راضی باشه باید باش عروسی کنی، همینو همین. پس به قول بعضیا این یه دستوره. آره آره، چون داره ازت میگذره. آره راست میگی ننه، فدات شم. اگه باز عروسی رو عقب بندازم اون وقت بچه هم عوض این که بگه به جون بابام مجبوره بگه بروا خاک پدرم. نمیدونم چی دنبالش کرده بود که زون بسته هر راسون خودش انداخت تو اتاق. حتما یه قرقی میخواسته شکارش کنه. آره نمیدونید قلبش چه ریپی میزه، از حال جونش تپیده بود تو اتاق. میدونی زری، کفتر هر دو ماهی یه جفت جوجه میاره، همیشه بچه داره، اگه قرقی به پستش نخوره سالی دوازده تاره داره. چه حوصله؟ حوصله؟ بینم زری مگه تو بچه دوست نداری؟ چرا، اما نه مثل کفتر. ولی میدونی من دلم میخواد تا وقتی که میتونم بچه دار بشم سالی یه بچه داشته باشم، یه سال دختر یه سال پسر، پسر کاکل به سر. عجب کیفی داره به سر. مخالفی؟ نه جون ابراهیم مخالفی، من بمیرم بگو ده برو دیگه. زیر لفظی بوده شد. اونو که باز شبه عرصیه بدم فدات شد.
درست مثل یکی که ماه شدی. میبینی چه عروس قشنگی دارم؟ ایشالا دست راستش زیر سر شماها باشه. راستی دخترم، شوکت خانم یه پسر دیگه هم داره. تو رو خدا. آره بچی. الهی قربونت برم شوکت خانم جون. الهی دورت بگرم. مشته؟ واسه چی؟ گوش کن، اومدم یه خبر خوبی بهت بدم. اون ابرام آقایی که انقدر واسهش سنگ به سینه میزدی، امشب شب عروسیشه. خب؟ صد دفعه گفتم به این ابرام دل نبند، نامرده، نالوتیه. حالا ملتفت شدی؟ بازم نفهمیدی؟ ای بابا. شما که میدونی من نمیخواستم ابرام آقا با من ازدواج کنه. من اونو برای این میخواستم که یه مرده. اون من از مرگ نجات داد، به بچه های خواهرم کمک کرد، وسائل. صد دفعه بهت گفتم اون نه با معرفته نه لیاقت تو رو داره. اون منم چه میتونم تو رو خوشبخت کنم؟ سگ اون شیرمرد به تو نامرد شرف داره. خانه از این به بعد من میدونم و تو، یک بلایی سر تو ابرام بیارم که خودتون بگین ای والا. آره روزه شکر. آره روزه شکر.
راستی شوکت خانم. یه خورده زود نبود عروس آورده. نه مرگم خانم، ابرام آقا الان هر جا باشه پیداش می‌کنه. کلماتو بلند خط کنیم. آقا بلند باشه با بارک باشه. ابرام آقا دست زن به دامنت، زن آقا مرتضا بیچاره داره از دستمون میره. چی؟ از دیشب تا حالا یه ریز داره درد میکشه. هرچی هم ماما واسش آوردیم کاری نتونستم بکنن. همین میکشه. دفلی خودش گفت ابرام آقا این روزا گرفتار مزاحمش نشی. ولی خب چاره چی؟ ما جز شما کسی رو که نداریم ابرام آقا. جاد یعنی چه پچه رو زودتر خبرم نکردین آبچی؟ ایچه تو راست نی؟ جه نوچ با یه نفر میستی دنبال من. حرفا چی؟ بفرم بالا، بفرم بالا آبچی. بری بالا. یعنی چی؟ رفتش کرده. پسو مهمونه رو کی میده لعنه؟ بابا دست خوش. عروسی رو همه وقت میشه کرد، اما جون آدمیزاده نمیشه برگردون. شما برین خونه سر مهمونه بکنیم. بابا خوشت میاد. بابا معرفت که شد. بابا خوشت میاد. اینجا رو. اینجا جون رسولیه. بذار برم به مادرم بگم ببینم چیکار میکنه. چه کار داره بکنه بیچاره؟ حتما کفرش بالا میاد. میگم چطوره بچه خودمون بریم یه جوری مجلسه گرمش کنیم. آره 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 مادر، برزن آقا مرتضی گرفتاری پیش اومده بردنش بیمارستان. داداش رفته کارشو درست کنه و برگرده. کسی چیزی نفهمه. معذرت میخوام. ابرام آقا اومد؟ الان میاد. ناراحت نباش. اصدالله اومده میگه رفقاش بردنش سقاخونه شم روشن کنه و بیاد. میگه شگون داره. دختر و زری جونو بلندش کنی. باشه صندلی برده بیارته تقریب صندلی بشین. الان میاد. خدایا خودت درد دردمندون دوا کن. آبه برو جانم، شما میگین چی به سر بچه من؟ چیزی نی آبجی، ناراحت نباش. خوده سلام آقا. سلام آی دکتر. آی محل سگه اونم نزاش. چی میشد ما 30-40 کلاس دوات داشتیم؟ حرف نزن دکتر جون، فارسی بگو. باید با عملتی بتره بیاد. بچه بیرون بیاد، با هرچی میخواد باشه. فکر کنم من شما راه نمیدم. چشم 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 اومدن. این پول بفرم. سبت اسکی ها سبت اومدن. داشت دکترم کجایی؟ کجایی محمود جونم؟ کجایی دکتر جونم؟ خدا شفاش. خودت شفاش بده. ببینم خانم جون بچه به دنیا اومده. آقا حالش هم خوبه. حالش هم الحمدلله. بابا تو اونی که باید بغل کنی گذاشتی اومدی اینجا یه پاچه شیر خوره بغل کردی؟
ببریم بابا ناسلامتی به دنبادی یاده میداد آبشی بیگه اینو بینم ناسلامتی با شب عروسیمه خروچش برام هرچی خرجه شد نارد بشم بیدم خدا به شما پسی برای سر ما کم نکنه بچه مال کیه؟ مال دختر من خام این جوون مرد به همه کمک میکنه خدا عمرش بده الحمدلله از دوله به خیر گذار باش الحمدلله مست مست ساقیا صفه نالوتی زد و فرار کرد نگاه کن نمرشو دیدی؟ الان نمرش تنشو بخوره تنشو دیدی؟ درست ببینم هنو جون داره یالا کمک کن برسونش بیمارستان بابا پس عروسی من چی میشه؟ بلندش کن تشو تمام شد چیکار کردی؟ از ماشینش سبقت گرفتم رد شدم زدم به یه آبر آبره جا به جا مرد تو آینه دیدم ابرام رفت بالا سرش تمام شد بس بخاره به نابودی ابرام بار فروش زنده باشی خدا خودش کمکش کنه شانس بیاره زنده میره بلندشون بده رو دوشه اون خونه رو پاک کن تو من بیام من خونه شامم خانم جو این بند خدا رو یه خود نشت رو زیر کرده ببریدشون خیلی خوب کلانتری 17 یه نفر دوست به این بگه بابا جان تو سر پیازی تایی پیازی دومد اونجا نشسته عروس اونجا نشسته نشستگل شده هسته دیندان داره دلدان مراحتم مراحت نراحتم بدایا چه بخونیم چی بخونیم خب دکتر جون بابا که دیگه فرمایشی نداره فقط 5 دقیقه صبر کنین تا وضع مجروح معلوم بشه یعنی چی باید دید کی مسئول این تصادف به من چه من برم ثواب کنم واسه کباب باشم این آقاست سرکار جون بفرمایید بریم کلام بس کردم این مادر مادر رو از خیابون جمعش کردم آوردم اینجا خلاص چی سرکار بفرمایید من کجا بیام حالا بیا و خوبی کن بفرمایید لعنت به شیطان آخه من چرا بفرما آخه من هست نه نه خواهش بکنم چی شده؟ اصلالله تو با یه تاکسی خواهی تو برسون خونه خبر بده گابه و زایده مگه شما نمیان؟ نه جونم میگه کلانتره؟ معلومی با خداست عجیب خواه گرفت دارشون بهت گفتم تو این کار رو نکن آخه به تو چه مربوطه؟ لا لا خیلی الله اکبر داداش که تصادف نکرده فردا همه چی روشن میشه میاد بیرون پیاده شو چشم بابا دکتر چشم دوست سلام سلام علیکم آقا مصطفى اسلام سلام علیکم بفرمایید حال شما سلام علیکم بفرمایید 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 واسه حسابش میشه خدا روشن باشه این حرفا چیه ویلش بله عرض کنم که آقای دادگاه تمام این رویده که ملاحظه میفرمایه قواله خونه است از قبل چون مصدوم هنوز به هوش نیومده تا وقتی هم به هوش نیاد و حقیقت رو نگه نمیتونم قرار صادر کنم یعنی باید جونتو تو که خودت شاهد بودی من این کارو نکردم بزن قدش که دیگه گل کنی مرد که آبگونه نمیگیره ببن لب و لاچه رو دکتر جون اینطور که معلومه چند روزی اینجا آب کنه متاسفم داداش
دکتر چرخ خون زندگی رو چرخوندیم. دوست دارم مردم مردونه تو این 7-8 روز جور ما رو بکشی. از دریا مادرش هم مثل دو چشات نگهداری کنی. اسدالله که خودش یه پا مرده، هر کاری تو میدون داشتیم بذاریم به عهده اسدالله واسهتون انجام میده. خیال دستمونه راحت باشه، نگران نباشه. قربون تو داشه با کمال، دوست دارم تا میام بیرون تصدیق دکتری تو گرفته بشی. فداد شم. بیا بریم آقا عبدالله. خب دیگه ابراهیم آقا. عبدالله جون چی شده؟ بده بیرون این سپر بلا رو، مردم مردونه برو بچسب به کارش. خوش بشین. یا نصیب و یا قسمت، شکر دعی اوستی کری. ای روزگاه، ای روزگاه. عرض کنم که گریه کردن دردی رو دوا نمی کنه، فقط کاری که دستمون برمیاد اینه که دعا بکنیم. مادر، تو میگی چی کار کنی؟ ماشین های قم چه ساعتی حرکت میکنن؟ خیلی زود، 8 صبح مسافرها سوار میشن، 8 شب راه میفته. چطور میگی؟ میخواییم با مریم خانم بریم قم، دخیل ببندیم. زری خانم هم میبریم؟ نه مادر، باید یکی خونه باشه، زری جون بمونه خیالم راحته. ما امشب یا فردا برمیگردیم. انشالله به سلامتی، سون و صابون یادتون نره. کجا میری مادر؟ میرم نماز بخونم. خدا قبول کنه، پس من برم واسه تون بلیت میگرم. چشم. پولم رات هست؟ آره بابا، مرتب دارم دخل آقا بابا میزنم. حاج بدر، چطوره ها؟ عالی. کجاش خنده داشت؟ هیچ. حال زری خانم چطوره؟ دست بردار بابا، اون که... بله، اون که مال برادرت شد. تو همچون از زری ناامید شدی گفتی خب نازی هست. این نشد اون نشد این. صبر کن نازی، باور کن اینطور نیست. اینطور هست آقای محمود خان. من پیشنهاد شما رو رد میکنم، همینو بس. آخه پس میگی من چیکار؟ رو بس نکن محمود. خودت هم خوب میدونی که با این جریانات ازدواج من و تو غیر ممکن. از اون گذشته من نامزد دارم. نامزد دارم؟ بله، من نامزد دارم. همین، تموم شده رفت. خیلی خوب، از خدا حافظ. سلام آقا عبدالله. سینو علام گله گلم نوکره داشتم. متشکرم دکتر جون. چرا دماغی احمد واکو انگار با خودشم قهره، همچی تو همین انگار راست راستی داشت آدم کشته. به این امام زمون نرسی. کی میگه درستو نخونی؟ هرچی دلت میخواد درس بخون. درس امشب تو کافه یه برنامه خوشگل نشون میدن، تو باز جای خالی داشته پلو ما پر کنی. میبریم میبریم، خودم امشب میبرم به دهش. شاید از فکر خیال بیفتی. خدا رو چه دیدی؟ سوارش میام دکتر جون. بفرم علی. Thank you.
زن. داری چی کار میکنی زری؟ اتفاقی افتاده؟ راحتم بذار. آخه مگه چی شده؟ چی کار میخوای بکنی؟ تو راستی نمیدونی چی شده؟ نه. داری کجا میری؟ برای تو چه فرق میکنه من کجا دارم میرم؟ میرم لکه ننگی که تو به دامنم گذاشتی پاک کنم. چون اگه چه اتفاقی افتاده نمیذارم بری. چی شده؟ خیلی خوب. الان بهت میگم چه اتفاقی افتاده. تو دیشب مست بودی. مست لایقل. اومدی تو خونه. شرم دارم بگم چه کردی. ولی چیزی یادم نمیاد. یادت نمیاد؟ یادت نمیاد که چه کار کردی؟ تو مثل یه گرگ گرسنه، مثل یه حیوان درنده به من حمله کردی. هرچی التماست کردم، هرچی داد زدم گوش نکردی. تو دیگه از وحشیگری چیزی باقی نداشتی. لباسمو پاره کردی، موهامو کندی. حالا یادت اومد چه بلایی سر من آوردی؟ یادت اومد چی کار کردی؟ من چی کار میتونم بکنم؟ تو چی کار میتونی بکنی؟ جواب برادر تو چی میدی؟ جواب خدا رو چی میدی؟ بفرما برسونم به پری خانم. شیطون بیا پایین. به نظرم تو از جنازه این ابراهام نمیخواد دست بکشه. جنازه اون به تو شرف داره. پری، اون که زنگ گرفته و حالا گوشه زندون خوابیده. چرا بی خودی خود را علاق میکنی؟ دست از سرم بردو و الا پاسبان صدا میکنم. تو این کارو نمیکنی. چهار تا قدم دیگه دنبال من بیا ببین میکنم یا نه. دست بردار. این وقت روز تاکسی خالی پیدا نمیکنی. بیا برسونمه. گفتم برو و الا کار دستت میدم. حالا میبینی میکنم یا نه. پاسبان خب داد نزن، اما یادت باشه بد کردنه به من خیلی برات گرون. بارو گوش کن، این دفعه دیگه به زندون انداختنشم اکتفا نمی کنم. پس تو؟ بله من. ای احمق، من همه چیزو به پلیس میگم. به موقعش دهن تو را میبندم. دستمو ول کن. ابراهام، فرزند تقی. بله. ملاقاتی داری. یوها چشم من به این دیفال خوش شد، یکی نایمد ملاقاتی ما. بر اثر صبر نوبت زفر آید. پری خانم توی؟ سلام علیکم. سلام ابراهام آقا، حالت خوبه؟ چه حالی، چه احوالی؟ چطور؟ میبینی فعلا حال روز درست حسابی نهارم. یه خورده میوه واسط آوردم. و دست شما درد نکنه، راضی به زحمت شما نبودم پری خانم. اختیار دارین ابراهام آقا. خیلی خوشحال شدم که اومدی ملاقاتی من لطف کردی. میبینی ما به چه روزی افتادیم. تو بیگناهی. من اینو میدونم. از کجا میدونی؟ والا الان که داشتم میومدم اینجا تورا غلامو دیدم. سر رامو گرفت و یه مشبید نمیتونه منو بخره. عصبانی شد و گفت بد کردن به من برات خیلی گرون تموم میشه، همونطور که برای ابراهام آقا تموم شد. بعدم اقرار کرد که این بساط اون رو انداخته تا تو رو زندونی کنه. عیبی نداره، خدای ما بزرگه. یارو به هوش اومده و اقرار کرده که ما باش تصادف نکردیم. خدا رو شکر. امروز فردام حکم آزادی ما دولتی سرت صادر میشه. تو رو خدا. آره. اما اگه این هلفتونی اومدم بیرون، میدونم چه بلایی سرش بیارم. اصل اینه که تو مرخص بشی ابراهام آقا. قربونه گلت. راستی ببینم پری خانم، تو آدرس قلومو میدونی؟ آره آره. ابراهام فرزند تقی؟ بله. آزاده.
ای خدا. بابا تبریک میگم ابرام آقا. الحمدلله که آزاد شدی، نوکرتم. الهی تو آنی که تانی، به آنی جهان چه پانی تای استکانی. خدایا هزار مرتبه شکرت. خدا رو شکر. راستی که هیچ نعمتی بهتر از آزادی نیست. خب رفقا خداحافظ شما، برمت برم ابرام آقا. اصلا زندگی ما هم بین خودتون تقسیم کنین، ایشالا شما همه روز باید هستیم. ناکردم ابرام آقا، خوش اومدیم، سفا کردیم. خیلی خوش اومدیم. الهی سر هزار مرتبه شکرت، ای نجات دهنده آهوها، خودم میام به پابوسه. ناکردم. البته تو حق داری. خب البته من یه خودم چی بگم، کار خوبی نکردم تو شب عروسی. خب پیش اومده دیگه، چیکار میشه کرد؟ ما میخواستیم کار خیر بکنیم، شهر گردنمونو گرفت. یه چیزی بگو دیگه. پنو با من قهری. ببین چی میگم سری، برواه خاک مرحوم پهلوان اکبر که خیلی دوستش داشتم، اگه من به اندازه یه تو که سوزن تقصیر داشته باشم. تو رو خدا اخمات واکن، من نمیتونم ناراحتی تو رو ببینم. گوش کن سری، اگه آخر شیطون بیا پایین، قول میدم انقدر نوکرت بشم که خودت ای قول بیاری. یه شواری واسط بشم که تو دنیا دنیاست مادرها به دختراشون بگن اگه شوارم بود ابرام آقا بود. حسرت یه روز زندگی تو رو بخورم. ابرام تا درمون اینو باز تو خریدم، سینه ریزه، چیز ناقابلیه، اما خب دیگه چه کند، بینوا همین دارد. امیدوارم منو ببخشی. تو که دختر نادونی نیستی. بیگی بیا زری جون، یه کاری نکن که ابرام آقا نتونه به وصیت پدر خدا بیامرزت عمل بکنه. بیگی جون من، بیگی جون داشت دکترم، بیگی یکی دست منو بر نگرد. ببین این ساعتم واسه داشم دکتر خریدم، خواب اون تفلکی هم از داشش انتظار داره. چی شده؟ من که حرف بدی نزدم. شما
شما خیلی خوبین ابراهام. من لیاقت شما رو ندارم. من دیگه لیاقت کلفتی شما رو ندارم. چی شده؟ باشه گولا بگو با چی شده؟ منو ببخش، خواهش میکنم. مگه چه اتفاقی؟ واسه چی انقدر گریه میکنی؟ نمیدونم چی بگم. بلند شو بگو چه؟ به من بگو چی شده؟ چطوری بگم؟ من بی‌آبرو شدم. من به تو چه بدی کرده بودم؟ بی معرفت نالوتی بی همه کس بی کسی پس بفرد بی آبه می کشمت به حیرت حق هستم هم می کشمت دیگه دیگه می کنم تو چه خوبی؟ ای فرمک لاجه تو هم می کشمت بی کسی که می کنم حیرت می کنم الان کشیش دایا کلکم که به دو شد بلش کن کشیش تو هم طرفداری این نامردو میکنی؟ باش میگذره های دنیا میکردم کاش بی سواد بودی یا آدم بودی کاش اصلا به دنیا نیومده بودی منو باش منو باش که امیدوار بودم تا یه روزی دکتر میشی و باعث محبت ریشو و حاکیمیام شد
محبت خیام شد و خاکیمیام شد خواهم بگردم کو به کو صاحب دلی پیدا کنم اسرار خود گویم به او تا عقده دل وام کنم بیقرارم میگذره پری نیستش داره حساب میزاشو میکنه که بره بو یه دقیقه بیاد پیش من چشم چه یه قصد شدی ابرام آقا؟ کاش آزاد نمیشدم کاش حبس ابد میشدم کاش به دارم میزدم چی شده ابرام آقا؟ والا نمیدونم چی بگم دست به دلم نذار که خونه بخو یه دردایی هست که نمیشه به کسی گفت مثل خوره وجود آدمو میخوره چی بگم فدا آخ چی بگم که ناگفتنم بهتر است میفهمم چی میگی هر کسی یه دردی داره اما شما چرا شما که ماشالله ماشالله همه میگن ماشالله اینقدر گفتن ابراهیم آقا زندگیش خوب میچرخه تا بالاخره چشمون زدن مردم هیچی رو نمیتونن ببینن به جون تو به کسی نمیشه اطمینون کرد اگه انگشت تو اثر کنی بذاری دهن مردم گاز میگیرن پری چجوری بگم من تو این دنیا خیلی تون معرفتمو دادم اما هیچکی نفهمید تو این دل ابراهیم چی میگذره ابراهیم آقا اگه کس مسی رو دوست داری به من بگو تو میدونی من تو تمام اونایی که تو این کافه میان تو رو به یه چشم دیگه نگاه میکنم تو برای من یه چیز دیگه هستی قربون معرفت چیزی نی فقط دلم سوخته این جیگرم داره آتیش میگیره برو بالا دنیا دار مکافات فدا اخ پری چی بگم یه الف بچه بودم پادوی میکردم اما وقتی که یادم میاد عرق ریختم و سجده زدم تو نمیری واسه یه دیزی آگوش یه تا چاقو خوردم تا شدم ابرام آقا حالا این فلک کج رفتار داره به هم دن کجی میکنه ابرام آقا جون من کسی بهت نارو زده چی شده؟ من نمیتونم تو رو قصه دار ببینم چی کار میتونم واسط بکنم ابرام جون؟ چرا به من نمیگی؟ خیال میکنی من معنی درد و ناراحتی رو نمیفهمم خودت شاهدی که من واسه یه لقمه نون هزار تا حرف نامربوط میشنفم اما وقتی تو زندون بودی باز غلام و رفقاش اومدن اینجا منو ناراحت کرد تو رو ناراحت ترت کردم پری ما بمیریم ما رو باش که روزگار گله گذره میکنی راست میگی تو یه زنی یه زن بی پناه تو یه مش گرگ بدجنس بازم خودتو نیگر داشتی ای دل غافل ابرام تو با همه گردن کلفتی از اومدی گریه نکن پری جون من بمیرم گریه نکن بده ببین پری من یه فکر همچین مشتی زد بکردم که زندگی جفتمونه زیر رو میکنه چونتون چی؟ چیزی که تو این دنیا میمونه انسونیت و محبته تو هم که به سلامتی یه دنیاشو داری پاشو بریم قربون هیکلت که دنیا به کام ماست پاشو بریم گارسو تا حالا قصد خوردن چیزی آینه کسی نشده تو نمیری والا بیا نوکرت میشم سوارشو بریم امشب مثل اینکه خبرهاییه باسن برو خدمتش برس
الان پدرش در میاره. جانا بچم دیگه برو. خیلی خوبه. نایزم رگ رد میشه. خاک به سرم. سوارشو برین. خاک بر سر خود. نه توی کوچه. آقای ابرام و پری به تو برنپری. بپکنم. سلام علیکم چاکرم. سلام استول خان. سلام پرکنم چاکرم. کجا داری میری؟ اینجا چه کار میکنم؟ تو داخل معمولت نشو بسن. یه ملقه آب گوشتم اضافه بگی منم هستم. چش پری خانم. خب حالا مادر چی میگی؟ واسه سر در نیا. کیه؟ حتما ابرامه. سلام ننه، یه تو پره. این پره یکی اون دخترای ناز مادر. آره ببینم ننه، ننه کشو داری میری؟ واسه با من آبرو دارم جلوی دختره. سب کن چرا توش کرد؟ به تو میگم نرو، الان همه چی رو سب میگم. لازم نیست چیزی بگی. دیروز زور گذاشتی رفتی، حالا کله سحر اصلا توفا آوردی. باری کلا، اون از شب عروسی، اینم از حالا دختره رو همینجور نشوندی و رفتی؟ داد نزدم مادر، سب کن فدات شم. تو میخوای زور زوره که یکی رو بریش من به منه که اصلا ستارش با من جور نی. زری اقل کم 20 سال من کوچکتره مادر. اگه زری ستارش با تو جور نیست، این دخترم ستارش با خانواده من جوری. سب کن ننه قربونه قد و بالات برم. من و این پری خانم چند ساله که همدیگر رو میشناسیم. افقامونم با هم یکه. از اون گذشته ابرامت به این تفری قول داده مادر، حالیت میشه؟ تو که دوست نداری نوکرت بزنه زیر قولش، داری؟ تو که منو میشناسی مادر جون، هر کسی یه قسمتی داره. آره نوکرتم قسمت ما این پری خانومه. حالا اگه میخوای پسرتو دوماد کنی، آستینتو بزن بالا بگو یا هم ده بگو دیگه. اگه قوله که به زدی هم قول داری، مگه اون تفری سر خونچه عقد نشوندی؟ حالا دست یه دختری که معلوم نیست بابا ننش کیه گرفتی و واردی تو خونه که عروس مادرت بشه؟ باری کلا چشمم روشن، آدم با این چشمای کچوری چشمای گنده گنده میبینه. نه من چه آدم؟ بفرما برسونم. برو گم شو. آه بلم کن. یه شبم به ما میرسی. بلم کن برم. بیا با هم بریم. برو گم شو. کن. بیا سوار شو برو کن. برو گم شو. برو گم شو. پری خانم. برو کجا نکنده بری. اوش دختر. برم کنین. بیس پنج تومن حرام شد. برم کنین. 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 برم داداشم رفت دعوا کنه، بریم کمکش. زود باشه، سوار شو بریم.
نمیدونم از سلابه داشتم گفت غلام پری رو برد. از ازر این غلومی پدر دنبال این پری تفل مرزی چی کارش میشه؟ خدا بگیسی بده خودم باش گرد گیری میکنم باش گرد من نیستش که من باش گرد این نفت که نفرگم چی شد من خواستم خیالم رو پوست بکنم نده نفس کرد من جاز بگن این نفس بدم اخ جون جیب کشتر بکنم به سلامتی چهار ستاره درخشان دو تا جفت عروس و داماد از خورد کنون کف بلند و مرتب بزنید پذیر و فول امسال پول دادیم معلوشه